حمله‌های انتحاری با کارگری از موترهای نظامی برخی از مقام های امنیتی به تولو نیوز می که در بیشتر از سه ماه پسین سیزده حمله موتربم با موترهای بم گذاری شده که بیشتری آنها موترهای دولتی بودند از سوی طالبان در ولسوالی های گریش، مارجه و ناد علی هلمن در برابر نیروهای دولتی انجام شدند. در تازه ترین رویداد دو هفته پیش در ولسوالی معروف کندهار طالبان یک موتری حاوی پور از مواد انفجاری را در برابر فرماندهی پولیس این ولسوالی منفجر ساختند که به گفته منابع امنیتی جانهای سی و نظامی را گرفت. یک تعداد ارجات زریعی و هایی که از نیروهای امنیتی دشمنان مردم افغانستان به غنیمت گرفتند و از اونها استفاده میکنن، اون محلات باید توسط تیارات کشبی تثبیت و و او سلاح ها از بین براد در بسیاری جای خیانت ها وجود دارد همین که میگن ستون پنجم کسای وجود دارد که میفروشد. بالای مخالفین همین مخالفین مرمی در فاریاب نمیتونه که از پاکستان اکمال بکنه بلکه از خود ما اکمال میکنه وزارت دفاعی ملی هم میپذیرد که کارگری از موترهای بم گذاری شده نظامی در حمله ها بر پاسگاه های نیروهای امنیتی و دفاعی یک چالش است وزارت دفاعی افغانستان اونا را هر جایی که ببینن یا راپوری کشپیش پیدا کنن و اونا را از طریق هوا یا از طریق زمین اونا را از بین میبرن تصویرهایی که از سوی طالبان در رسانه های اجتماعی پخش شدند نشان میدهند که این گروه در بخش های گوناگون به دهها واسطه نظامی دولت دست یافتند